عزیزان موقعی که میخواید اپراتینگ سیستمی رو نصب بکنید میدونید که بایستی سی تون رو در سی دی رام درایوتون قرار بدید یا دی تون رو و بعد وارد بوت منو بشید برای رفتن به بوت منو معمولا اینجوری است که در کامپیوترها لحظه ای که کامپیوترتون روشن میکنید بر روی کلید F8 که در روی کیبوردتون هست پشت سر هم به قول انگلیس ها تپ تپ پشت سر هم میزنید تا اینکه وارد بوت منو بشید اگر اینکه بوت منوی شما با F8 نیامد لحظه که کامپیوترتون روشن میکنید ببینید که بر روی صفحه مانیتورتون فرمان هایی رو که برای رفتن بوت منو هست چی هست مثلا ممکنه بنویسه F2 برای رفتن بوت منو اگر پیدا نکردید میتونید به بروشور مادربردتون و یا کامپیوترتون مراجعه کنید و بعد پیدا بکنید که چگونه میتونید وارد بوت منو بشید یا اینکه برید از بیاس استفاده کنید وارد بیاستون بشید معمولا با فشار دادن کلید دلیت هست البته اگه بخواید بیشتر یاد بگیرید چگونه استفاده کردن از بیاس رو میتونید در سایت من کمک نقطه دی برید و در سرچش بنویسید بی آی او اس و برید درس بیاس رو فیلمش رو ببینید یاد بگیرید چطوری از بیاس میتونید استفاده کنید و بعد برید در قسمت بوت بیاس کامپیوترتون و دستگاه اولیه یا first دیوایستون رو اولویتش رو یا پرایوریتیش رو تغییر بدید به سی رام و سی رام رو به عنوان اولین دستگاه انتخاب بکنید که وقتی پی تون روشن میشه اون رو شروع کنه بخوندن حالا ما در بوت منو هستیم و برای اینکه من بتونم سی رام رو انتخاب بکنم از کلیدهای ارو که این کلیدهای بالا پایین دست چپ دست راست بر روی کیبورد هست استفاده میکنم دوبار بر روی کلید پایین فشار میدم سی دی رام رو انتخاب میکنم با زدن بر روی اینتر سی دی رام رو انتخاب میکنم و شروع میکنم بوت کردن از سی دی که الان من گذاشتمش در کامپیوترم کامپیوتر همجوری که میبینید داره لود میشه سی دی اوبونتو که ما بتونیم کار اینستالیشن و یا نصف این آپریتینگ سیستم که از گروه لینوکس هست رو انجام بدیم در درس لایف دی گفتم که شما اول میتونید زبان رو انتخاب بکنید ورژن های دیگری رو هم داره اوبونتو که فارسی هم دارند ساپورت میکنن میتونید اگر از اونا داشتید فارسی رو انتخاب کنید من انگلیس رو میخوام در نجه که رو می زنم روی انگلیسی هست میزنم بر روی اینتر و انگلیسی رو انتخاب میکنم اگر گزینه اول که نوشته شده try ubuntu without any change to your computer رو انتخاب بکنم باعث میشه که من از سی دی استفاده کنم و نصبش نکنم بر روی کامپیوترم و همونجور که در لایو CD دیدید دی سرعتش دی کم است ولی چون ما میخوایم کار اینستالیشن یا نصب اوبونتو رو بر روی کامپیوترمون انجام بدیم با کلید هر رو میریم پایین اینستال اوبونتو رو انتخاب میکنیم و بعد بر روی اینتر میزنیم که کار اینستالیشن شروع بشه و انجام دادن من چون این مقدار طول میکشه تا اینکه سی دی به مرحله بعدی برسه معمولا جایی که خیلی طول میکشه فیلم رو نگه میدارم در نتیجه از زمانی شما موقع که انجامش میدید مقایسهش نکنید با میزانی که برای من توی این فیلم انجام میشه چون من خیلی جاها ممکنه استاپ بکنم موقع که زیاد طول میکشه که یه کاری رو انجام بدم بله همونجوری که میبینید صفحه اولیه اینستالیشن اومد زبان اون اپراتین سیستم رو انتخاب میکنید ارز کردم انگلیسی رو انتخاب میکنم شما زبان دیگری رو میتونید انتخاب بکنید اگه دوست داشته باشید هفت در قسمت هست که استپ اول یا قسمت اول هستیم فوروارد رو کلیک میکنم بر روش که برم در قسمت بعدی بایستی حواستون باشه این زبانی رو که اینجا انتخاب کردی در حقیقت زبان اصلی اون سیستمتون خواهد بود اگه زبان دیگری رو میخواستید بر روی سیستمتون نصب شده باید انتخاب میکردید تایم زون رو میام انتخاب میکنم که چون من کشور دانمارک هستم حدود دانمارک رو میرم بر روی نقشه بای میسم و نزدیک میشم بهش و شهر کوپنهاک رو پیدا میکنم اینجا و میام روش کلیک میکنم و در حقیقت کپنگین میاد انتخاب میشه البته توی لیست هم امکان این رو داره که من بیام و از روی لیست هم پیدا بکنم با فشار دادن بر روی این کلید و بیام اون شهری رو که حالا نزدیک هم هست یا توش زندگی میکنم و انتخاب کنم شما هر جایی هستید میتونید انتخاب بکنید و بعد فوروارد رو بزنید در اینجا کیبوردتون رو باید انتخاب کنید همونجوری که میدونید شما تو کشوری که هستید ممکنه روی کیبوردتون حرفای اضافه غیر از حرفای اصلی لاتین باشه برای مثال ما در دانمارک حرفای دیگری هم داریم که همجوری که میبینید در این قسمت پایین تایپش میکنم و میبینیدش برای اینکه مطمئن بشید کیبوردی رو که انتخاب کردید هم کشورتون هم اون شکل استفاده کردن از کیبورد رو درست انتخاب کردید بر روی اینجا کلیک میکنید کیبوردتون رو امتحان میکنید تمام حروفش رو وقتی که درست بود فوروارد رو میزنید همینجوری که میبینید داره ستارتینگ آپ میکنه پارتیشن ها را. حالا اصلا راجع به پارتیشن من توضیح کلی بایستی برای شما بدم که اصلا متوجه بشید پارتیشن ها چی هستن چرا ما ازشون استفاده میکنیم و چه مزایایی برای ما دارند اگر یه هارد دیسک رو من تشبیه بکنم به یک سول خیلی بزرگ به یک سالن خیلی خیلی بزرگ که شما میخواید در این سالن اتاقهایی داشته باشید که مثلا یه دونه از این اتاقها اتاق ناهارخوریتون باشه یکیش مثلا اتاق استراحتتون نشیمنتون باشه یکیش باشه مثلا کتابخونهتون مجبور هستید دیوارهای رو بذارید و اینها رو ب... این در حقیقت دست بندی بکنید این سول رو این سالن خیلی بزرگ رو اتاق بندی بکنید همین کار رو موقعی که شما در یک هارد که خیلی بزرگ هست انجام بدید بهش میگن پارتیشن بندی دلیل هایی که برای پارتیشن بندی هست که این کار رو باید انجام بدید رو هفت دسته کردن که اولین دلیلش این است که شما اگر بیشتر از یک دونه آپریتینگ سیستم داشته باشید یا سیستم عامل داشته باشید شما با پارتیشن بندی دسته بندی کردن هارد امکان این رو پیدا میکنید که در هر یه دونه از این پارتیشن ها آپرتین سیستم به خصوصی رو بذارید مثلا اکس رو ویندوز XP رو در یه دونه از پارتیشناتون بذارید توی یه پارتیشن دیگه تون ویندوز ویستا بذارید توی یکی دیگرش مثلا بیاید لینوکس رو بذارید و به همین ترتیب پارتیشن ها رو سوا کنید دومین دلیلی که وجود داره این هست که در اپراتینگ سیستم های بسیار پیشرفته مثل لینوکس یه پارتیشنی رو میان به نام پیجینگ پارتیشن درست میکنن معمولا صداش میزنن نیست پارتیشن که کار این پارتیشن این هست که شبیه رم عمل میکنه شبیه ویرتوال مموری شما عمل میکنه اگر رم شما میزانش کم باشه این پارتیشن رو شما در این اپراتینگ سیستم به خصوص معرفی میکنی به اپراتینگ سیستمت که اپراتینگ سیستمت موقعی که یه کاری رو میخواد از رم بکشه و رم فول هست گنجایش رو نداره به این بخش کوچک هارد دیسکتون که حالا یه پارتیشن مخصوص این کار هست و اسمش هست اسوپ میاد مراجعه میکنه فایل ها و فرمان ها رو اونجا میذاره میذاره توی ردیف کارهای رم و رم میاد انجامشون میده البته سرعت است و پارتیشن شبیه رم نیست کمتر هست ولی چون کمک رم میکنه باعث بالا رفتن پرفارمنس یا کارهای بهتره اون آپریتینگ سیستمتون میشه و رم شما سریعتر عمل خواهد کرد بعضی وقتها هم کارهای غیر ممکنی رو ممکن میکنه چرا که اگر مثلا اون کاری که میخواید انجام بدید از رم شما میزانش بزرگتر هست در اسوپ میتونید شما جاش بدید و بعد آروم آروم رم شروع کنه ازش استفاده کردن و کار کردن و اسوپ پارتیشن کمک بکنه به رم شما که کارهایی رو بهتر بکنه سومین گزینه این هست که شما میتونید پروگرام های قابل استفاده رو نزدیک به همدیگه توی پارتیشن قرار بدید. حالا بعدا که راجع به MFT توضیح بدم متوجه میشید که چرا پروگرام ها و فایل ها اگر نزدیک هم باشن یا یه جای به خصوصی داشته باشن کارایی آپریتینگ سیستم بالاتر خواهد رفت. MFT یا Master File Table لیست فایل هایی است که شما در یک پارتیشن قرار دادید. فرض کنید مثلا شما در یک پارتیشن اومدید ویندوزی قرار دادید و تمام فایل های مرتبط به ویندوز رو فایل سیستم ویندوز رو درون اونجا دادید وقتی که ویندوز به دنبال یک پروگرام در اون فایل یا به دنبال یک فایل در اون فایل ها میخواد بگرده از لیست ماستر فایل تیبل استفاده میکنه برای پیدا کردن اون فایل حالا هر چقدر تعداد این فایل ها بیشتر باشند کار جستجو طولانی تر انجام میشه در نتیجه خواسته شما که سرعت عمل در اجرای اون فایل و یا اون پروگرام هست دیرتر انجام میشه در نتیجه هر چقدر ماستر فایل تیبل شما کوچکتر باشه لیستش شما سریعتر میتونید کارایی ویندوز و یا حالا اپراتین سیستمتون رو که حالا اوبنتو ما داریم استفاده میکنیم رو در حقیقت داشته باشید در نتیجه برای اینکه بتونید این اعمال قدرت بکنید بر روی مستر فایل تیبل ها و لیستش رو تر بکنید شما میتونید پارتیشن های بیشتری داشته باشید و پروگرام های قابل استفاده تون رو مثلا در یه دونه از پارتیشن ها بذارید فایل ها و فولدر هایی رو که قابل استفاده هستن براتون بیشتر قابل استفاده هستن براتون در یه پارتیشن دیگه بذارید و یه فایلایی رو که خیلی ازشون استفاده نمی‌کنید و یعنا بودنشون در یک پارتیشن باعث مزاحمت میشه مثل کچه ها مثل لاگ فایل ها مثل اینترنت تمپوری فولدر ها که فایل های خیلی زیادی هستن به صورت موقت هم قرار است توی کامپیوتر شما نگهداری بشه اینا لیست اون مستر فایل تیبل شما رو هر چقدر بالا ببرن سرعت اون اپراتینگ سیستم شما پایین میره در نتیجه اینا رو میتونید توی پارتیشن دیگه بذارید که اگر اپراتینگ سیستم شما میخواد به دنبال یه فایل خیلی واجب بگرده دنبال اون فایل لابلای این Temporary فولدر ها و فایل ها نگرده این هایی که به صورت موقت هستند و اونا اصلا جاشون مشخص باشه و جدا باشه هر موقع به اونا احتیاج هست میره از اون پارتیشن دنبال اونا میگرده مستر فایل تیبل اون پارتیشن به خصوص رو لابلای لاگ ها کچ فایل ها و Temporary فایل ها میگرده در نتیجه بالا بردن سرعت شما رو موجب میشه وقتی که شما لاگ فایل ها رو در یک پارتیشن دیگه دارید یه پارتیشن کوچولو میتونید درست بکنید مثلا ما بین 100 مگابایت تا 250 مگابایت که کار این فقط مولتی بوتینگ هست چرا که شما اگر بیشتر از یه دونه سیستم داشته باشید میتونید یه پارتیشن فقط مخصوص انتخاب کردن کدوم یکی از این پارتیشن از این اپراتینگ سیستم ها رو میخواد استفاده بکنید بذارید یعنی این پارتیشن مخصوص مولتی بوتینگ باشه مسئله دیگر این هست که شما میتونید نگهداری بیشتری بکنید از فایلاتون فرض کنید مثلا یه دونه از این پارتیشن ها درونش یه ویروس رفت چون ویروس به تنهایی خودش امکان این که از یه پارتیشن بلندش خودش رو تکثیر کنه ببره یه پارتیشن دیگر رو نداره مگر شما کپیش کنید عمدن و ببریدش یه پارتیشن دیگه عملا شما پارتیشن های دیگر رو از ویروسی شدن نجات دادید در نتیجه اگر یه دونه از پارتیشن های شما ویروسی بشه بقیه پارتیشن های شما سالم خواهند بود و این باعث ایزوله شدن فایل های خوب شما نسبت به فایل هایی که ممکنه در خطر ویروس باشن قرار بگیره که معمولا اینجوری است که ما در ویندوز ها این کارو میکردیم که میمدیم یه پارتیشن درست میکردیم به نام C مثلا میمدیم ویندوز رو در اون قرار میدادیم ولی فیلم ها و عکس ها و موزیک هایی رو که ما خودمون لازم داشتیم و دوست داشتیم ویروسی نشند رو در یه پارتیشن دیگه مثل مثلا دی قرار میدادیم و باعث میشد اگر مثلا ویروس می‌گرفت پارتیشن سی ما بعد از فرمت کردن بعد از پاک کردن اون ویروس هیچ مشکلی برای ما در درایو دیمون در پارتیشن دیمون برامون به وجود نمی اومد که همین کار رو در لینوکس هم شما میتونید انجام بدید پارتیشن ها به دو شکل هستند در حقیقت یکی پرایمری پارتیشن هست یکی اکستندد پارتیشن ها هستند پرایمری پارتیشن ها پارتیشن uh, هایی هستند که تعدادشون ما بین یک تا چهار بالاتر از چهار تا پارتیشن پرایمری نمیتونید داشته باشید و میتونند محتوای فایل سیستم ها باشند از جمله اپراتینگ سیستم هایی که ما داریم اوبونتوش استفاده میکنیم Extended پارتیشن ها که لاجیکال ها در حقیقت زیر مجموعه اونها هستن لاجیکل پارتیشن ها برای این ساخته شدن که فایل های ساده رو بتونید نگهداری کنید و تعدادشون هم میتونه نامحدود باشه میتونه بیشتر از چهار تا باشه در نتیجه ما معمولا اینجوری که هست که حداقل یه دونه Primary پارتیشن داریم برای اینکه بتونیم برای اپراتینگ سیستم رو استفاده بکنیم و معمولا حداقل یه دونه لاجیکال داریم که و میشه بیشتر هر چقدر بیشتر سرعت در حقیقت اون سیستم سیستمتون بالا میره همونجوری که توضیح دادم و هفت تا خصوصیت خوبی که در پارتیشن داره لاجیکال هاتون رو میتونید تعدادش رو زیاد بکنید و استفاده کنید همینجوری که میبینید ما در قسمت پریپر سپیس هستیم و شما میبینید گزینه اول به صورت دیفالت به صورت پیش فرض انتخاب شده اگر من بخوام کل دیسکم رو همجوری که میبینید use entire disk رو انتخاب کرده اگر من بخوام همه دیسکم رو بیام استفاده بکنم و هر آن چیزی که پارتیشنی که روش هست رو از بین ببرم و بعد بیام بگم خیلی خوب یه سری پارتیشن رو به صورت پیشفرض، به صورت اتوماتیک برای من انجام بده این گزینه اول رو انتخاب میکنم و بعد میزنم فوروارد اگه نه بخوام دستی انجامش بدم که پیشرفته تر هست میام منوئل رو انتخاب میکنم و بعد از اینکه منوئل رو انتخاب کردم فوروارد رو میزنم البته ما میریم تو منوئل من این مقدار توضیح میدم ولی بر, بر میگردیم و بعد اون قسمت اولی رو انتخاب میکنیم منوئل رو انتخاب میکنم فوروارد رو میزنم منوئل به صورت دستی هست شما میتونید پارتیشن ها رو خودتون مشخص کنید چقدر میخواهید چقدر نمیخواهید همینجوری که میبینید اینجا اسم هارد دیسکتون رو چون من یه دونه هارد دیسک دارم گذاشته SDA آخرش البته ممکن بود بذاره HDA /dev/sda یا hda و اگر بیشتر از یک دونه هارد دیسک شما داشته باشید اون a آخر تبدیل میشه مثلا به b یعنی هارد دیسک بعدیتون رو به عنوان /dev/sdb یا hdb نشون خواهد داد که اون حرف آخر نشان دهنده اون هارد دیسکتون هست که شما مثلا بیشتر از یه دونه دارید. به حال هارد دیسک اولیمو من یه پارتیشن تیبل اصلی باید براش درست کنم میزنم نیو پارتیشن تیبل همینجوری که میبینید به من میگه که تمام پارتیشن ها هر چیزی که تیبل هایی که اینجا هستن رو از بین میخواد ببره مطمئن هستی کانتینیو بله ادامه بده میبینید که انجام داد و حدود 8.5 گیگا هارد دیسک من هست که من بعد از اینکه انتخابش میکنم میام حالا میگم چی؟ نیو پارتیشن چرا که من حالا میخوام دسته بندی بکنم پارتیشن های مختلفی رو درست بکنم در لینوکس همونجوری که توضیح دادم ما میتونیم سوپ پارتیشن داشته باشیم که باعث بشه کمک بکنه به ویرچوال مموری ما یا همون رم ما در حقیقت ما یه مموری مجازی درست بکنیم به کمک رممون بفرستیم که و باید این کار رو حتما انجام بدید در لینوکس که بتونید ازش استفاده بکنید و بسیار کار خوبی است میزان سایز سوپ مموری شما یا سوپ پارتیشن شما بایستی به اندازه رمی هست که داخل کامپیوترتونه یا حد اکثر دو برابر اون فرض کنید یک گیگابایت شما رم دارید داخل کامپیوترتون میتونید اسوپتون رو انتخاب بکنید ما بین یک گیگا تا دو گیگا یعنی یک برابر میزان رمی که در کامپیوترتون دارید یا حداقل اکثر دو برابر که کمک بتونه بکنه به رمتون همونجوری که توضیح دادم در نتیجه ما 8 گیگا الان هشت و نیم گیگا حدوداً هاردیسک مونه اگر یک گیگا رو برای اس واب قرار بدیم هفت و نیم گیگا میمونه برای اپراتینگ سیستممون ولی این به صورت سیمپل است به صورت ساده است من این کارو نمیخوام انجام بدم چرا که اگر من دو تا دونه پارتیشن داشته باشم تو هارد اگر مثلا فایل عکس فرض بگیرید مادر بزرگم رو توی کامپیوترم بذارم پس از اینکه ویروسی بشه کامپیوترم و فرمت بکنم کامپیوترم و من اون عکس رو از دست خواهم داد در نتیجه من یه دونه پارتیشن احتیاج دارم که بتونم فایل های دیگم رو بذارم توش که این پارتیشن میتونه تمام جای خالی هارد دیسک من میزانش باشه منهای اس و پارتیشن و پارتیشنی رو که من برای اپراتینگ سیستم لازم دارم برای اپراتینگ سیستم اوبونتو این ورژنی که ما الان داریم استفاده میکنیم 8.10 ما بین 3 گیگا تا 15 گیگا خوب هست که ما نگهداری کنیم فرض کنید مثلا 15 گیگا اگر من جا بذارم برای این پارتیشن که مخصوص فقط اوبونتو باشه حد اکثر استفاده ای هست که من میخوام از این آپریتینگ سیستم ببرم بر روی هارد دیسک اما البته من جا ندارم اونقدر ولی احتمالا شما دارید چون الان هارد ها خیلی بزرگ هستن دلیل اینکه من جام خیلی کم هست این هست که من از یه پروگرام به خصوصی استفاده میکنم به نام وی و این هارد ها حقیقی نیست ولی شما هارد دیسکتون ها بزرگتر از این از شما میتونید مثلا 15 گیگابایت بذارید مخصوص اپراتینگ سیستمتون و بعد ما بقیش رو بذارید برای پارتیشنی که میخواید فایل توش بذارید باز هم من این راضی نیستم چرا که من میخوام یه پارتیشن دیگه ایرم بذارم مخصوص بوت مخصوص مولتی بوتین کردن که چون داخل اون پارتیشن بوت با بایستی کرنال ایمیج قرار بگیره که معمولا ما بین 15 تا 20 مگابایت جا داره و حداقل سه تا رو ما تو بذاریم در نتیجه بوت پارتیشن من میتونه ما بین 100 مگابایت تا 250 مگابایت جا داشته باشه حالا فرض کنید ما یه دونه اسوپ داریم چون من یه گیگابایت رم دارم یه گیگابایت میخوام برای اسوپ هم درست بکنم در اجازه بدی درست بکنم اینجا رو عددش رو تغییر میدم به هزار که میشه یک گیگا و بعد میام اینجا در قسمت یوز اس سوپ area رو انتخاب میکنم و بعد میگم اوکی swap پارتیشن ما بعد از چند لحظه درست میشه همینجوری که میبینید اسواپ ما درست شد حدود هزار مگابایت حدود یک گیگا بعد میام دو مرتبه فری اسپیس رو انتخاب میکنم که حالا حدود هفت و نیم گیگا هست نیو پارتیشن رو میزنم و بعد در این پارتیشن جدیدی که میخوام به وجود بیارم حالا میخوام برم سراغ چی بوتم اون قسمت 100 مگابایت یا 250 مگابایت هم در اکثر که من چون میخوام 100 مگا درست براش درست بکنم میام اینجا و این عدد رو تغییر میدم به 100 و بعد میام چیکار میکنم توی این لیست یوز اس ای اکس تی رو انتخاب میکنم که یک فرمت بسیار خوب در لینوکس هست ولی در لیست ماونت پوینت میام و بوت رو انتخاب میکنم چرا که من این رو برای بوت در نظر گرفتم و حالا اوکی میکنم عزیزان توجه داشته باشید که شما دارید فیلمی رو که میبینید فیلم در حقیقت 8 بوده ولی شما دقیقا روی 9 هم همون کارها رو باید انجام بدید فقط یه چیزی رو من زمیمه اضافه بکنم این وسط که شما در این فیلم هر جایی رو که من EXT3 انتخاب میکنم به دلیل اینکه در 8.10 فقط ext در بازار موجود بود لطف بکنید در 9.04 بیا توی لیست و ext4 رو انتخاب بکنید که بهترین و آخرین فایل سیستم هست فرمت هست برای فایل سیستم که لطف بکنید حتما توجه داشته باشید که ext4 رو انتخاب بکنید فقط یه مسئله رو با توجه داشته باشید که فقط در حالت منوال یعنی وقتی اینجا هستید میتونید این کار رو انجام بدید اگه به صورت اوتوماتیک بدید این CD این کار رو انجام بده میاد ext3 رو انتخاب میکنه در انجا توصیه میکنم که کار فرمتینگ رو اگر ممکنه اگر کامل یاد گرفتید از دستی انجامش بدید و لطف بکنید تمام اون جاهایی که از این به بعد من توی فیلم میگم EXT3 لطف بکنید EXT4 رو انتخاب بکنید وقتی ورژن اوبونتوی شما هست 9.04 پارتیشن بوت من داره درست میشه یه کار مستر بوتینگ در اقید اونجا انجام میشه و با مولتی بوتینگ رو در اون پارتیشن خواهیم داشت بله همونجور که میبینید بوت ما هم درست شد حضور صد مگا فری اسپیس رو انتخاب میکنم دو مرتبه نیو پارتیشن میکنم بوتمون رو البته من توصیه میکنم اگه شما جا دارید 250 مگابایت بذارید گزینه بعدی رو که لازم داریم چی هست؟ برای خود اپراتینگ سیستممون لازم داریم ما سه گیگابایت برای اپراتینگ سیستم لازم داریم که در اکثر 15 گیگابایت میتونیم بیام اینجا و بعد بگیم که مثلا سه هزار تا برای اپراتینگ سیستممون و بعد پرایمریش بکنیم چرا که میخوایم برای اپراتینگ سیستممون استفاده بکنیم میتونیم از همین ext3 استفاده بکنیم که بهترین فایل سیستم هست البته امکان این هست که شما مثلا فتح 32 انتخاب بکنید و باعث بشید که فایل هایی که به صورت فتح از ویندوز هم استفاده میشن قابل خوندن بشن ولی توصیه نمیشه چرا که فتح 32 اول اینکه سیکیور نیست و دوم اینکه فایل های خیلی بزرگ درونش اجرا نمیشن تنجه همون EXT رو انتخاب بذارید شده باشه و شما بعدا میتونید البته یه پارتیشن درست بکنید به صورت وی فت و فایل هایی رو که توی ویندوز هستن رو ببرید اونجا و بتونید توی لینوکس ازش استفاده کنید یا از پروگرام های دیگه ای که حالا بعدا یادتون میدم که چطوری فایل های NTFS رو در این لینوکس ببینید استفاده بکنید و بعد توی ماونت پوینت چون ما الان میخوایم برای خود اپراتینگ سیستم استفاده کنیم فقط اسلش خالی رو استفاده میکنیم و بعد اوکی میکنیم بله همونجور که میبینید حدود 3 گیگابایت پارتیشن بعدی ما هست برای استفاده کردن برای خود اپراتین سیستم فری سپیس رو باز من انتخاب میکنم نیو پارتیشن رو میزنم که این چارو خورده ای. که مونده رو من در حقیقت بذارم برای چی؟ برای اون the rest به قول انگلیس ها برای هوم هم که اگر من فایل ها و فولدر های دارم که میخوام نگهداری کنم مثل مثلا اکس ها یا موزیک ها یا فیلم هایی رو که میخوام نگهداری بکنم که بعدا اگر فرمت کردم کامپیوتر هم رو از دستشون ندم میذارم توی هوم و میام انتخاب میکنم که این در حقیقت پارتیشن به صورت ای, ای اکس باشه البته ارز کردم میتونید فتر رو انتخاب بکنید فت 32 رو مثلا انتخاب بکنید که حتی فایل هایی که توی ویندوز هم قابل خوندن هستن رو بذارید توشون حالا بذارید اجازه بدید دی رو ما انتخاب میکنیم به صورت خود لینوکس باشه ولی بعدا بتون توی خود لینوکس ارز بک... کردم یاد میدم که چطوری میتونید فایل های NTFS رو وارد پارتیشن هاتون بکنید و قابل استفادهشون بکنید در لینوکس اوکی رو فشار میدم میذارم کار ماونتینگ انجام بشه شرمندم که خستتون میکنم راجع به پارتیشن ها توضیحات خیلی زیادی میدم ولی بسیار مهم هستند به همین علت مجبورم که وقت زیادی براتون بذارم و شما خواهش میکنم با این مسئله پارتیشن بندی حتما آشنا بشید که خیلی بهتون کمک میکنه در استفاده کردن از یه اپراتینگ سیستم و درست استفاده کردن و بهتر استفاده کردن از اون آپریتینگ سیستم البته ارز کردم این کار که الان دارم انجام میدم فقط میخوام شما با اون عقیده اصلی پارتیشن و چگونه پارتیشن رو انتخاب بکنید آشنا بشید من خودم به این شکل انجامش نمیدم یعنی الان فوروارد رو که میزنم کار رو نمیذارم کار اینستالیشن انجام بشه چون میخوام گزینه دیگری هم که به صورت اتوماتیک هست بهتون یاد بدم ولی توصیه هم بر این است که حتما قبل از اینکه این, کار رو انجام بدید اگر توی هارد دیسکتون فایلی دارید که براتون مهم است حتما بکاپ بگیرید حتما یه نسخه پشتیبانی از اون فایل ها داشته باشید که اگر احیانا اشتباه کردید فایلاتون از بین بردید هارد رو پارتیشن هاش از بین بردید اون فایل ها به صورت اتوماتیک خب از بین میرن در حقیقت فایل ها رو از دست ندید و این نسخه پشتیبان داشته باشید اگر میخواید یاد بگیرید کار کردن با اوبونتو رو به صورت ساده باز توصیه من این صورت منویل یا دستی نیست برید به صورت اتوماتیک بدید انجام بده یا یه هارد دیسک پاک که هیچی توش نیست استفاده بکنید یا نسخه پشتیبان داشته باشید همونجوری که عرض میکنم از فایلاتون که اگر از بین رفتن اون فایلا براتون ناراحت کننده نباشه و بعد به صورت اتوماتیک انجامش بدید که این کارهای بسیار سخت پارتیشن بندی رو نخواهید دستی انجام بدید و مطمئن باشید که بعد از این مدتی که آشنا شدید باش دفعه های بعد که اومدید فرمت کنید و دو مرتبه اینستال بکنید نصب بکنید این آپریتینگ سیستم رو مطمئن باشید به صورت دستی انجام میدید که بتونید کارهای بهتری داشته باشید بله همینجور که میبینید همه پارتیشن های ما ساخته شدند و حالا من فوروارد رو میزنم که به صفحه بعدی بریم بله در صفحه بعدی یوزر نیم یا همون اسم که میخواید استفاده بکنید برای این کامپیوتر استفاده بکنید توصیه من این است که اسم خودتون استفاده نکنید چرا هکر ها موقعی که دسترسی پیدا میکنند به کامپیوتر شما از روی اسمتون میتونند حدس بزنن شما کی هستید یا اینکه اون ام چی میگن آیدنتیتی شما یا اون شخصیت شما رو به صورت حقیقی و حقوقی بشناسند در اینجا توصیه میکنم از اسمای مستعار استفاده کنید مثلا چون در جنیفر لوپز حسن کچل هرچی دوست دارید فقط اسم خودتون نباشه حالا چون من برای تدریس استفاده میکنم و هر چیزی رو میتونم بنویسم چون مثلا این رو بعدا فرمت خواهم کرد استفاده نمیکنم ولی لطف کنید شما حتما از یه یوزرنیم به صورت غیر متعارف استفاده بکنید درس کردم اسم خودتون رو نذارید حالا من مثلا اسم دخترم رو میذارم شیمن و بعد میام پسورد براش انتخاب میکنم در پسورد مسئله strong پسورد بسیار مهم است یعنی اینکه شما یه پسورد انتخاب بکنید که قابل حد زدن نباشه مثلا مثل آدمایی که خیلی عاقل هستند عدد یک دو سه چهار رو پسورد نذارید خیلی دیگه عاقل تر میشن میرن میذارن چهار سه دو یک این با باعث میشه خیلی زود حد زده بشه یا یعنی مثلا تاریخ تولد خودتون رو یا اسم بچه مثلا اسم دخترم رو نوشتم این رو به عنوان پسورد نذارید معمولا پسپورده های خیلی خوب پسپورده هستند که از استفاده از همراهی حروف و اعداد هست کامبینیشنی از حروف و اعداد هست مثلا W بزرگ S کوچیک 67 H مثلا کوچیک J بزرگ 9 و بعد مثلا M بزرگ یه چیزی پسورد بسیار خوبی برای شما خواهد بود اولین که قاطی باشه حروف و اعداد و بعد هم کوچیک و بزرگ چون کیس سنسیتیو هست پاسپورت ها کوچیک نوشتن کپیتال نوشتن بزرگ نوشتن و حروف مهم است در نتیجه تاثیر گذاره اجازه بدید من حالا یه پاسپورت ساده انتخاب میکنم چرا که هرگز کردم من نمیخوام از این اپراتینگ سیستم استفاده کنم فقط بر تدریس هست اگر لاگ این اتوماتیکلی رو انتخاب بکنم دیگه موقعی که وارد اپراتینگ سیستمتون میخواد بشید ازتون یوزرنیم پسورد نمیخواد در نتیجه من انتخابش نمیکنم که حتما از من بخواد شما هم لطف بکنید این کار رو انجام بدید و بعد فوروارد رو میزنم میدونید که میتونستید اسم کامپیوترتون رو عوض بکنید مثلا شیمن خط تیره دسکتاپ اسمش نباشه یه چیز دیگه باشه اگر بیشتر از یک نفر هم استفاده میخوام بکنم از این کامپیوتر بعد از اینکه حالا نصب کردید این اپراتینگ سیستم رو میتونید اکانت های بیشتری رو درست بکنید یه دونه به عنوان استراتور به عنوان همه کاره درست میشه ولی بعدا میتونید تعدادش رو بیشتر کنید که یادتون خواهم داد و بعد همونجوری که میبینید توضیحاتی به شما میده چه زبانی رو انتخاب کردید برای این آپریتینگ سیستمتون کیبوردتون از چه زبانی استفاده میکنه شما میتونید که زبان ویندوزتون انگلیسی باشه ولی کیبوردتون فارسی و اسمی رو که انتخاب کردید لاگینتون یا همون یوزر نیمتون چی هست از کجا هستید و از چه پروگرمی استفاده میکنید برای انجام دادن این کار اینستالیشن و بعد هم پارتیشن تیبلتون رو مشخص کرده در کدوم هارد دیسکتون قرار داده در هارد دیسک اول قرار داده و بعد هم نشون داده که چند تا پارتیشن دارید و به چه صورت هست یه دونه از این پارتیشناتون اسوپ هست که بسیار بسیار مهمه شما حتما بایستی و پارتیشن داشته باشید غیر از اون پرایمری پارتیشن رو که برای اپراتینگ سیستمتون میذارید حتما باید اسوپ داشته باشید که کردم میزانش به دقیقاً مساوی با رمی رو که توی کامپیوترتون دارید یا حد اکثر دو برابر میزان رمتون و بعد میتونید حتی ادوانس رو انتخاب بکنید و بعد بیاید بگید که من میخوام بوت لودر من در هارد اول من باشه اگر بیشتر هاردیسک دارید میتونید اینجا کلیک بکنید و انتخاب بکنید یا اینکه در پارتیشن دیگری انتخاب بکنید بوت لودرتون باشه که دیدید که ما حتی, یه پارتیشن برای بوت انتخاب کردیم که میتونیم اون رو انتخاب کنیم ولی چون من نمیخوام اینستال بکنم به این شکل و میخوام عرض کردم اون روش دیگری هم که به صورت اتوماتیک هست یادتون بدم من بک رو میزنم درجه بر میگردم در حال که میتونستم اینستال رو بزنم و کار اینستالیشن رو انجام بدم یه دونه بک دیگه میزنم که برگردم به صفحه قبلی بله همونجوری که میبینید قسمت اولی که به صورت اتوماتیک برای شما پارتیشن رو درست میکنه انتخاب شده باز هم تاکید میکنم که باز هم تاکید میکنم که حتما به این مسئله توجه داشته باشید که قبل از اینکه پارتیشن بندی بکنید و کار اینستال رو انجام بدید اگر در اون هارد دیسکتون که بر روی کامپیوترتون نصب شده فایل هایی هست که براتون مهم هست حتما نسخه پشتیبان یا بک آپ ازش گرفته باشید و بعد این کار را انجام بدید اگر اتوماتیک رو انتخاب کنید اولین گزینه رو انتخاب کنید که گایدد هست و تمام انتایر دیسک رو همه دیسک رو استفاده میکنه برای پارتیشن بندی اگر استفاده کنید هر آن چیزی که بر روی اون هارد دیسک دارید کامپلت از بین خواهد رفت پارتیشن ها تغییر میکنن پارتیشن ها دیلیت میشن پاک میشن پارتیشن های جدید به وجود میان و بعد سی دی در حقیقت برای شما به صورت اتوماتیک تصمیم میگیره که پارتیشن ها رو به چه صورت بذاره من فوروارد رو میزنم تا بریم به صفحه بعدی ولی اینو توجه داشته باشید که سی مثل من و شما دیگه نمیاد پارتیشن های اضافی برای مثلا فایل های کچه یا لوگ فایل شما درست بکنه به صورت پیش فرض میاد دو تا پارتیشن اصلی برای شما درست میکنه که اجباری هست در لینوکس یکی اسوپ پارتیشن است و پارتیشن بعدیتون که پارتیشن پرایمری پارتیشن است که برای خود اپراتینگ سیستمتون هست و معمولا همه میزان خالی هاردیسکتون رو برای اون قرار میده که بتونید جا داشته باشید برای اینکه هر کاری بتونید روش انجام بدید البته ایدئال نیست عرض کردم سرعت کامپیوتر شما به اون اندازه نخواهد بود که اگر شما پارتیشن بندی رو به صورت منویل انجام بدید و پارتیشن های بیشتری داشته باشید گزینه های دیگه مثل ایزولیشن و نمیدونم از بین رفتن فایل ها و اینا براتون اینجا ازشون نمیتونید استفاده بکنید ولی به هر حال ساده ترین راه هست که بتونید دسترسی پیدا بکنید به این لینوکس و ازش استفاده بکنید یه مقدار باش آشنا بشید و بعد موقع که خوب آشنا شدید بیاید و به صورت منوال یه بار دیگه از اول پارتیشن بندیاتون درست کنید و آپریتینگ سیستم رو تون طوری نصب بکنید که به بهترین وجه بتونید ازش استفاده بکنید و پرفورمنس بسیار بالایی داشته باشه همجوری که میبینیم قبلا نوشته بودیم یوزر و اسم و پسورد و حتی اسم کامپیوتری که میخواستیم انتخاب بکنیم و خودش اتوماتیک انتخاب کرده ارز کردم میتونید تغییرش بدید و بعد فوروارد رو میزنم دیگه همونجوری که دیدید دیگه هیچ دستی انجامش ندادیم خودش به صورت اتوماتیک انجام داد این اسمی رو که اینجا انتخاب میکنید اسم لاگین شما هست یعنی به عنوان یوزر نیم استفاده میکنید ولی این اسمی رو که این پایین نوشته شده به عنوان اسمی است که اگر شما روی نتورک مثلا باشید از کامپیوترهای دیگه موقع که این اسم رو میبینید میتونید تشخیص بدید که کدوم کامپیوتر هست اصلا چه کامپیوتری بر روی نتورکتون هست توضیحات رو اینجا داده که برای شما چی ساخته زبانتون چی بوده کیبوردتون چی بوده یوزر نیمتون چی هست و کدوم منطقه هستید و همجوری که میبینید توضیح داده که یه swap درست کرده براتون و بعد یه ext براتون درست کرده که پارتیشن هاشم هم دوتا هستند اومده پارتیشن تیبلتون رو که برای بوت هست بر روی sda قرار داده و اگر وارد advanced بشید میبینید که اینستال بوت لودرتون رو در هارد دیسک اولیه شما که البته من یه دونه هارد بیشتر ندارم انتخاب میکنه شما میتونید تغییرش بدید جای دیگه بذارید که پاس توصیه هست که همون چیزی که خودش انتخاب کرده رو بذارید باشه و بعد کنسل کنید و بزنید اینستال کار اینستالیشن این مقدار خیلی طولانی خواهد بود در نجه من فیلم رو ما بینش استاپ میکنم که سریعتر انجام بشه و فیلم طولانی نشه ولی شما حتما آماده این باشید که زمان زیادی رو ببره برای اینستال کردن یا نصب کردن این اپراتینگ سیستم پارتیشن رو داره درست میکنه همجوری که میبینید و بعد فرمت میکنه پارتیشن رو به اون شکلی که انتخاب کردید EXC3 که یکی از بهترین فایل فرمت ها هست برای پارتیشنی که در لینوکس استفاده میشه و بعد شروع میکنم اینستال کردن سیستم بر روی اون پارتیشن بله همونجوری که میبینید کار اینستالیشن تقریبا تموم شده و بهتون میگه که بایستی که الان ریستارت بکنید ریستارت نو من کلیک میکنم بله همونجوری که میبینید میگه که سیدی رو در بیارید بعد از اینکه سیدی رو در آوردم رو روی اینتر میزنم بله همجوری که میبینید یوزر نیم رو میخواد یوزر نیم رو که داده بودیم رو مینویسیم رو اینتر میزنید پسوردی رو که داده بودیم رو مینویسیم و بعد روی اینتر میزنیم بله همجوری که میبینید وارد این اپراتینگ سیستم لینوکس که اوبونتو 8.10 هست شدیم و کار اینستالیشن به پایان رسید امیدوارم این درس هم به درتون خورده باشه